سلام و درود میگم به مخاطبین عزیز رسانه طرفداری. با یکی دیگه از برنامه تیم منتخب و برترین های قرن ورزش ایران همراه شما عزیزان هستیم و مفتخرم اعلام کنم بار دیگر کسی کنار من نشسته که بارها اسمش در این برنامه مطرح شده، هیچ نیازی به معرفی ندارن، ملی پوش سابق فوتبال کشورمون جناب آقای حمید علیدوسی. آقای علیدوسی سلام، خیلی ممنون که در این برنامه مقابل دوربین رسانه طرفداری هستید. منم خدمت شما سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم. خیلی خوشحالم که بتونم کمکی بکنم تو این گفتگو که با شما دارم در مورد موضوعی که تیم قرن هستش. خیلی ممنون که حضور پیدا کردید. قبل اینکه بریم سراغ انتخاب بازیکن‌ها، فکر کردید به این تیم منتخب چه بازیکنایی میتونن درش قرار بگیرن، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن که وارد تیم منتخب قرن فوتبال ایران بشن؟ بله، من اصلا توی در خصوص یک همچین چیزایی که بعد از پایان هر بازی، پایان فصول هر بازی‌های لیگ هم که انجام می‌شد، که خب میومدم و میگفتن حالا تیم منتخب مثلا سال، بازیکن سال و اینا، من زیاد یک مقاومت داشتم نسبت به این جریان، به خاطر اینکه خیلی حس مسئولیت پذیری هستش این جریان که بخوام که مثلا حالا 11 تا بازیکن مثلا اون فصل رو بگم یا مثلا بهترین بازیکنو، شاید یک چیزایی و یک نمراتی رو مثلا من لحاظ نکرده باشم و اون مهم باشه و این خودش خیلی برام ثقیل بودش که نمیتونستم یه همچین کاری رو انجام بدم. ولی خب وقتی که با من صحبت شد راجع به یک همچین جریانی، گفتم حتما یه مقدمه باید گفته بشه، چون به خاطر که قرن، تیم قرن خیلی واژه بزرگیه و این واژه بزرگ یک سری اسامی رو میطلبه که خب بزرگ هستن. همه بازیکنهای ملی پوش ما که سالیان سال زحمتشتن برای من بزرگ هستن و عزیز برای هم ملت ایران و این هستش که خب خیلی مسئولیت داره آدم وقتی که نام میبره، شاید یه نام دیگر نبره، به خاطر اینکه یک فرید پارامترایی هستش که بعد اونا همه لحاظ بشه. این هستش که خب من اجمالی فکر کردم راجع به یک همچین جریانی، ولی خب بعد بالاخره توضیح داده بشه. خیلی هم سخت هستش بین این همه عزیزی که داشتیم، این همه افتخاری که اینا کسب کردن، بتونیم که 11 نفر رو گزینش بکنیم، ولی خب میتونیم که توضیح بدیم که مثلا خب چه کسایی هم میتونستن که تو این جریان باشن و خب سخته این جریان، حالا میریم جلو ببینیم چجوری میشه. خب نکته جذاب ماجرا اینه که شما هم میتونید از مربی خودتون انتخاب کنید، هم از همبازیاتون و هم از شاگرداتون دیگه، با کلی از نسل‌های فوتبال ایران کار کردید. اگه موافق باشید بریم سراغ ترکیبمون. اولین نفر پست دروازه‌بان. دروازه‌بان خب میگم که خب عجین هستش آقای ناصر حجازی برای من، به خاطر اینکه درست آقای احمدرضا عابدزاده بعدش اومد که خیلی هم عالی و خیلی زیاد کار کرد، به خاطر اینکه یک چیز شاید من خیلی قدیمی تر هستم با ناصر خانم، توی اردوهای مقدماتی المپیک مسکو تو سنگاپور هم باهاش تو تیم ملی هم بازی بودم، یا مقدماتی جام جهانی آرژانتین که تو کویت بازی کردیم و ناصر خان دروازه‌بان بود، خب خیلی نزدیکتر بودم بهشون و خیلی از لحاظ فنی خیلی چیزا رو ازشون دیدم، هم لحاظ اخلاقی هم فنی. من فکر می‌کنم که گزینه من آقای ناصر حجازی هستش، کما اینکه میتونم که واقعا به کارآمدی و واقعا لیاقت آقای عابدزاده مثلا شک ندارم مثلا یه همچین چیزی. اینکه از سخت‌ترین انتخاب بین احمدرضا عابدزاده و ناصر خان حجازی که بعد انتخاب شما ناصر حجازی. ممنون میشم اگه نام ناصر خان حجازی رو وارد لیست بکنید به عنوان اولین بازیکن در این قسمت. اگه اینجا ها معمولا میگفتن که وقتی ناصر حجازی در دروازه است خیال مدافع راحته، اما اگه بخوایم دو تا دفاع وسط بذاریم که خیال ناصر خان حجازی رو در دروازه راحت کنن، اون دو تا مدافع وسطی بازم یه پست سختی هستش، به خاطر اینکه ببینین وقتی که تیم قرن داره انتخاب میشه، رویکرد بیشتر رویکرد ملی میشه. ببینین بالاخره بعد ببینین که چه جاهایی اینا اون نقاط رو توی تاریخ روشن کردن توی این قرن گل، بعد بالاخره تو اون شرایط آدم میتونه باید یه تصمیمی بگیره. من خب توی مدافعین وسط آقای پرویز قلیچخانی که باش همبازی بودم که در تیم دارایی و ایشون که خب یک بازیکن کلیدی بودش که برای من اصلا خیلی عجیب غریب بود، میخواد که من خیلی جوان بودم تو تیم دارایی بازی میکردم اون موقع، زمان قبل از انقلاب جام تخت جمشید،
و ایشون هم دفاع بازی کرد، هم هافبک بازی کرد و هم فوروارد بازی کرد و گل هم زد. حتی تیم ملی هم که ما میدونیم که یک بازیکنی هستش که با این خصلت‌های ویژگی‌ها، من حتما نام ایشون رو می‌نویسم به عنوان دفاع وسط، به خاطر اینکه واقعا توانمندی ایشون رو به عنوان یک مهره کلیدی واقعا قبول دارم. بعد اون یکی دفاع هم میتونم آقای پنجلی رو انتخاب بکنم، کما اینکه خیلی فکر کردم راجع به آقای سجلال حسینی، به خاطر اینکه یک بازیکنی با این قدمت، با این همه جامی که ایشون، هر چقدر من جام نگرفتم ایشون گرفته. بعد هم از لحاظ اخلاقی هم از لحاظ فنی واقعا اونم میتونست که تو این گزینش باشه، ولی خب اگر که بخوام یه مقدار حالا مسائل ملی یا چیزای قدمتی و اینا رو انجام بدیم، من فهم میکنم که باید آقای پنجلی رو قرار بدن. بله، اگه لطف کنید پرویز قلیچخانی و محمد پنجلی، دو دفاع وسط تیم منتخب قرن ما. بک راست تیم یا دفاع راست تیم اونجا کدوم بازیکن قرار میگیره؟ ببینین توی دفاع راستم، خب همون صحبتایی که من کردم در مورد دفاع وسط، واقعا میتونم همون صحبت ها رو انجام بدم، به خاطر اینکه در دفاع راست ما همون که خب بازی ملی هم مد نظر باشه، خب من از قبل خود آقای ابراهیم آشتیانی، مرحوم ابراهیم آشتیانی، که اصلا یک نوع دفاع راستی رو اومدن اینا ایشون اصلا باب کرده، دفاع راستی که قشنگ توی حمله و اصلا گوشه راست میشد و خیلی در زمان خودشون خیلی نو بود این جریان، خیلی آپدیت بودش که این دفاع راست بتونه که این جریان و این محور حرکتی شد به این صورت انجام بده که آقای آشتیانی بود. بعد خب اومدیم جلوتر به نفرای بعد، اون آقای جواد زرینچه بودش که خیلی خیلی خوب کار کردن تو این پست، ولی خب من نمیتونم که مثلا آقای مهدوی کیا رو میذارم دفاع راست، به خاطر اینکه خودم توی آلمان فوتبال بازی کردم و چقدر سختش هستش و یک بازیکن که بتونه 10 سال در تیم هامبورگ بازی بکنه و تو اون اشل بتونه کارش رو انجام بده، واقعا لیاقت اینو داره که در دفاع راست باشه، کما که بازی‌های ملی هم خیلی خوب و موثر کار کرد و توی جام جهانی هم خوب بود و من فکر می‌کنم که توی دفاع راست با همه این مقدمه چینی کردم، آقای مهدوی کیا بتونه که بازنه جد باشه اصلی باشه. مهدی مهدوی هم دفاع راست تیم. یه انتخاب دیگه داریم تا خط دفاعی 4 نفره ما تکمیل بشه، اون هم دفاع چپ. باز با همون توضیحاتی که انجام گرفت، فکر میکنم که در دفاع چپ هم حالا خیلی از قبل آقای عرب بودن، مصطفی عرب بودن که حالا من توی کودکیم نگاه میکردم تیم ملی رو، خیلی خوب کار میکردن. بعد خب توی جام جهانی، من توی مقدماتی جام جهانی آرژانتین، خب اردو با حشمت خان اردوها رو بودیم، همه رو بودم تو اردوها و آندرانیک اسکندریان هستش تو این پست، کما اینکه خب من اینجا اینم باید اضافه بکنم که بازیکن اونای مشتبه محرمی بسیار بسیار بازیکن توانمندی تو این پست بودش که اصلا اونم مثل صحبتی که راجع به آقای آشتیانی کردم تو دفاع چپ واقعا برای خودش یه رنسانسی انجام داد و کاملا یک مهاجم میشد یا یه هافک کنار میشد و بسیار آدمی بودش که خیلی اعتماد به نفس بالایی داشت و میتونست تو این پست قرار بگیره، ولی خب به خاطر قدمت و بودن در جام جهانی من آندرانیک اسکندریان انتخاب کنم. پس مهدی مهدوی کیا، پرویز قلیچخانی، محمد پنجلی و آندرانیک اسکندریان، 4 دفاع تیم ما تا اینجا. فکر کنم 2 تا قرمز، 2 تا آبی و 1 همه رنگ. پرویز قلیچخانی نکنه به خاطر اینکه من اصلا به اون چیزا فکر نمی‌کنم. هم بعد خودتون هم میدونید که من اصلا تو این دو تا تیم هم هیچ وقت نرفتم، هیچ گرایشی هم توی دید، ولی خب بیشتر بازی کنم انقدر آره بازی کنم، خب اینجوری بودن که تو این پست‌ها قرار گرفتن، هیچ گرایشی به رنگ‌ها نیست، همه ایشون همه اینا عزیزای ما هستن و همه هم لایق هستن. در پست هافبک دفاعی، بله خب اینو من از خیلی خب سالهای قبل کرد، حالا سال کنه آقای محمد صادقی بود یا که مثلا که بازیاشون رو دیدم و توی جام جهانی مقدماتی جام جهانی هم کار کردن، ولی خب نمیشه که از یک آدمی به نام بازیکنی به نام کریم باقری گذشت
واقعا یک بازیکنی که انقدر بازی ملی داره و به عنوان یک هافک دفاعی صرف نمیشه اونو گفت، به خاطر اینکه گل زدش حتی از من که مهاجمم شاید بیشتر باشه. و من تو این پست با احترامی که آقای جواد نکونام هستش که ایشون هم از لژیونرهای خیلی خوب ما هستن، کاپیتان تیم ملی هستن و بسیار انسان لایقی هستن که تو این پست قرار بگیرن، با همه احترامی که برای این آقا اعلام، کریم باقری رو توی پست هافک دفاعی. البته خب از این نگذریم که زمان شما بازی ملی انقدر نبود دیگه. خب الان از زمانی که کریم باقری بازی میکرد خیلی بیشتر، خب اون دوران هم از زمانی که شما بازی ملی داشتید خب خیلی بازی ملی بیشتر بود. هافک راست تیم، خب اونم بدون تردید با همه احترامی که با آقای خیلی خیلی از بازیکنایی که تیم ملی ها را از خیلی از قبل بودن و اومد تا رسید به آقای نامجو مطلق و اینا که من خیلی دوست داشتم بازیشونو، اصلا شکی نباید بکنیم مثل آقای ناصر اجازی، علی پروین هستش که تو این پست قرار میگیره. و خب من یک خاطره کودکی هم دارم از ایشون، به خاطر که من محله زندگی میکردم که نزدیک محله عارف بود که محله علی پروین بود و خب من خیلی یک کودک بودم، زیاد نوجوانه خیلی سنه کم بودم که بازی ایشون رو حتی توی زمین خاکی می‌دیدم، با یک کتونی تصرف و دریبل می‌زد و کارهای عجیب غریبی می‌کرد. حالا تو تیم ملی هم که دیگه من نباید صحبت بکنم، اصلا بدون شک آقای علی پروین. علی پروین هافک راست تیم منتخب غرب. همون سمت زمین، اون سمت زمین همین پست، هافک چپ. هافک چپ. خب اون الان اینجا یه مقدار سخت هستش، به خاطر اینکه میگم اصلا یک حس خیلی، به خاطر که همینجور آدم وقتی که یادش میاد تو خاطراتش مثلا توی ذهنش، خب خیلی بازیکن‌ها هستن که اینجا میتونستن قرار بگیرن، مثل آقای مثلا خب من کنارشون بازی کردم توی ملت‌های آسیا، تو کویت آقای ایرج دانایفر بودن هافک چپ، یا مثلا تو این پست من میتونم حسون برزگری و عبدالرضا برزگری میگوشیم حسون بهش، که فوق‌العاده اصلا یک بازیکن فوق‌العاده که اگر که بستری مهیا میشد یا مثلا براش جام جهانی مهیا میشد یا مثلا مهیای یک همچین ویترینایی میشد، من فهم میکنم که جایگاش حتما تو فوتبال اروپا بود، مثل لژیونرهایی که الان داریم. ولی با تمام احترام به اسامی که گفتم، من آقای ابراهیم قاسمپور رو انتخاب میکنم چون کاپیتان خودم تو ملی جوانان بودش، با هم تو تیم ملی جوانان بودیم، با تیم ملی بزرگسال با هم بازی کردیم و ایشون هم خیلی بازیکن قابلی هستش که تو این پست میتونم که قدرشون بدم. بس ابراهیم قاسمپور هافک چپ تیم دیگه داریم. به انتخاب پایانی و پست بسیار پرترافیک نزدیک میشیم. همه پست ها پرترافیکه، مثلا حالا همون هافک راست هم خب به خاطر اینکه یه آدمای خیلی بزرگ هستن مثل آقای پروین یا مثلا آقای حجازی، انقدر بزرگ هستن که نمیشه مثلا آدمای بزرگ دیگه هم بودن، ولی برای این تاریخ، برای اینکه این روی کرده به تیم ملی ما داشتن، از این اسما گذشت. توی هافک هجومی هم که خب من خیلی بازیکنایی هستم، من میتونم بگم بعد از انقلاب خب دو تا بازیکن به عنوان هافک هجومی اومدن که هنوز که هنوز است ما در تیم ملی کنونمون هم نداریم جاشونو، یکی مشتبه جباریه، یکی نوید کیا. یعنی دو تا بازیکن با خصلت طراحی و اینی که بتونن مهاجمشونو صاحب موقعیت بکنن، درک متقابل، اصلا یک چیزی به نام این قدرت تصمیم گیری تو این بازیکن‌ها، من هیچ وقت کنارشون بازی نکردم ولی اینا رو همیشه تصویر دیدم و اینا بازیکن‌های خیلی بزرگی بودن که بعد از انقلاب ما هنوزم تو تیم ملی بازیکنی مثل نوید کیا نداریم یا مثل آقای مشتبه جباری. هنوز این بازیکن هنوز تو تیم ملی کنونی ما هنوز اون طراحی و این چیزا نداره تو چیز ما، ولی به خاطر قدمتی که هستش آقای علی جباری رو انتخاب می‌کنم، به خاطر اینکه ایشون هم من خودم یادم هستش که در تیم تاج سابق استقلال خیلی زحمات عدیدی کشیدن و اون سه گلشون تو جام ملت‌ها رو به یاد، شاید آدم به یاد نره توی تایلند، و یک هافک تونست سه گل برای ما بزنه و من
احترامی که به همه اسامی که گفتم آقای علی جعبری انتخاب شد. تا الان دو تا سلطان تو تیم داریم دیگه، علی جعبری و علی پروین. بله. من انتخابم آقای علی جعبری هستش، ولی مگه میشه از کنار نام آقای علی کریمی گذشت، کسی که سالیان سال رفت توی حتی بایر مونیخ بازی کرد با اون تکنیک و واقعا جاش خالی هستش تو این اسامی که هستش، ولی بی نهایت تکنیکی و بی نهایت بازیکن لایق بودش که تو این پست میتونست قرار بگیره. و دو مهاجم که سخت هستش این دو مهاجم اصلا بدون شک، خب نمیشه، همه اذعان داریم که نمیشه از نام علی دایی به عنوان بزرگ فوتبال ایران نام نبرد، به خاطر اینکه بدون شک مهاجم اول ما هستش. تاریخ، آمار، بازی‌های ملی، هر چیزی که شما رجوع بکنید بدون حرف و حدیث، بدون استثنا، آقای علی دایی اولین مهاجم هستش که اونجا قرار میگیره و تعداد گلای زدهش توی که هنوزم دارن آقای رونالدو یه کار میکنن که بهش برسن و میکنم بازی ایشون کمتر بوده شده تا بازیاش کم، تعداد بازیاش کمتر بوده، میانگین گلزنی علی دایی. بله بله. ولی مثلا خب اونو که آقای علی دایی که من همین الان مینویسم اینجا، این شکی ندارم به خاطر که هم آماری هم تاریخی همه چی هست که حق ایشون هستش که نفر اول مهاجم ما باشه، ولی در پست مهاجم دوم خودتون هم میتونید قرار بگیرید اینجا، بارها اسم شما در این برنامه اومده. مرسی، خیلی ممنون. من در این حتی خودم میدونم نیستم، ولی من با میتونم بگم با سه نسل فوتبال بازی کردم تیم ملی، چون مثلا بازیکنایی که حالا قبل از انقلاب بودن، آقای حسن روشن بوده، آقای ایرج دانایفر بود، آقای بهتاش فریب، آقای حسین فرکی، مهاجمایی که ما بازی میکردیم. ولی خب بعد از انقلاب اومدیم توی یک نسل دیگه‌ای که حالا من کنارشون بازی کردم، ما سه مهاجم بودیم، چنگیز سمت چپ بود و ناصر محمدخانی سمت راست بود و این که من سالیان سال کنار این عزیزان بازی کردم، ولی بازی که از مثلا ناصر محمدخانی دیدم توی خودم از نزدیک دیدم کنارش بازی می‌کردم، واقعا اگر که ایشون هم مثل همون عبدالرضا برزگری، اگر که محیط و بستری آماده بود، راحت تو تیمای اروپایی میتونستن بازی کنن. سرعت، قدرت حمل توپ و اینی که بازیکنی که همش میل به تهاجم و رو به دروازه و یه چپای صرف و خستگی ناپذیر و با اعتماد به نفس بالا، آقای ناصر محمدخانی هستش که انتخاب میکنم. ولی خیلی سخت هستش که آقای خداداد عزیزی ازش نام نبرم، مگه این میشه که مثلا مگه ما ایرانی ها میتونیم که مثلا یادم بره که مثلا ایشون اگه اون گل رو نمیزد ایران به جام جهانی نمیرفت؟ یعنی توی قرن اثر گذاشته که رفتن ایران به تعداد دفعاتی که ایران به جام جهانی رفته یکی از اثراتش آقای خداداد عزیزی داشته. یا مثلا گلایی که کنار مثلا من بالاخره آقای حسن روشن رو کنارش بازی کردم، گلایی که ایشون زده توی چیز اصلا نمیتونم ازشون بگذرم نامشون و خیلی از مهاجمان دیگه. به قول شما اینقدر ترافیک هستش اینجا، آدم اصلا دلش نمیاد که مثلا چیت بکنه. ولی خب من ناصر محمدخانی هم مثلا. علی دایی و ناصر محمدخانی زوج خط حمله و دو بازیکنی که تیم منتخب قرن ما رو تکمیل کردن. از این تیم یه انتخاب دیگه هم داریم، سه تا بازیکن برتر این تیم که میشن سه بازیکن برتر. هر جور سخت‌تر میشه، هی سخت‌تر میشه. خیلی سخت هستش به این شکل انتخاب کردن قرن، بازیکن قرن. ولی هممون باید اذعان داریم با همه بزرگایی که از قدیم بودن تا جدید. خیلی سخت هست همچین انتخابی، ولی بقیده من بهترین بازیکن قرن رو اگه بخوایم انتخاب بکنیم فوتبال، بعد دایی رو انتخاب بکنیم، آقای دایی رو، به خاطر که قشنگ فوتبال ما رو حتما با ایشون الان دارم میشناسم. قرن یعنی چی؟ یعنی تو این گذشته که اتفاق و بالاخره نورانی کرده این قرن رو که تونسته شناخت پیدا کنن که فوتبال بیرون از ما، و ایشون این کار رو کردن که باعث شدن که فوتبال ما رو جهانیان بشناسن و آمارشون هم که همین جور مد نظر هستش تو اروپا داره همینجوری رصد میشه، و من فکر میکنم که ایشون نفر اول ازش به نام بازیکن قرن هستش. علی دایی برترین بازیکن قرن. بعضی از خب میهمانان از ما میگفتن که
کلا ایران رو به اسم علی دایی میشناسن تو خیلی از کشورها دیگه، چه برسه به فوتبال ما. بله واقعا اصلا به خاطر همین یه همچین چیزی داشت. با دو تا بزرگم هستن که برای من خیلی بزرگ بودن، اصلا به فوتبال من خیلی کمک کردن که بزرگ بودن و نمیتونم از اسمشون بگذرم. نفرهای دوم سوم آقای علی پروین هستن و آقای پرویز قلیچخانی. دومین بازیکن قرن علی پروین و سومین بازیکن هم پرویز قلیچخانی. انتخاب بعدی دو مربی قرن، یک مربی ایرانی و یک مربی خارجی که سابقه کار در ایران. شما بدون شک مربی ایرانی آقای حشمت خان مهاجرانی هستن. حشمت خان مهاجرانی مربی بودش که خب ما سالیان و سال مربی تیم ملی جوانان بود، ما قهرمان آسیا شدیم توی جوانان، آخرین دوره که بکنم قهرمان جوانان آسیا شد با حشمت خان، اون دوره بودش که ما قهرمان شدیم. و حشمت خان کاری که کرد وقتی که مربی تیم ملی شد بزرگسال، چند تا از بازیکنهای تیم ملی جوانان رو به اردوی تیم ملی جام جهانی مقدماتی جام جهانی آرژانتین دعوت کردش. من کاری ندارم که این بازیکنها اومدن همگی، خب حتی توی مقدماتی هم ما مثلا به اون بازی رسید که مقابل عربستان خودم بازی کردم، به مقابل کویت هم که تو خود کویت بازی کردیم. خیلی تاثیرگذاری ایشون توی تیم ملی بعد هم این اتفاق افتاد که تمام بازیکنایی که جوانان بودن تو تیم ملی سالیان سال هم تونستن که اثرگذار باشن. من فهم میکنم که بدون شک آقای حشمت خان مهاجرانی بودن که مربی بودن که خیلی تاثیرگذار بودن و بهترین مربی بودن که میتونیم راحت اسمشون رو راحت بگم که مربی قرن بودن. تنها مربی ایرانی که تیم ملی ما رو به جام جهانی برد. نه بعد خب مثلا این یه چیز نموداره که نشونه، نه بعدن یک چیزایی هستش که ردش مونده. ردش اینه که ایشون یه کاری کردن که خیلی از بازیکنهای جوانی که اون موقع اووردن که تونشون سالیان سال تونستن که خودشون مهرهای کلیدی تیم ملی در سالیان بعد بشن. حشمت خان مهاجرانی به عنوان مربی ایرانی قرن فوتبال کشورم. مربی خارجی چطور؟ مربی خارجی هم اونم من بدون شک، حالا تو زمان ماها که آقای اوفارل بوده یا خیلی از کسای دیگه اومدن خارجی، من فهم میکنم اثری که آقای رایکوف اصلا توی فوتبال ما، توی فوتبال تاج سابق و استقلال گذاشت، همون کاری که آقای حشمت خان مهاجرانی، همین آقای رایکوف راجع به آقای حجازی که صحبت میکنم، کشف آقای رایکوف بودش که ایشونو آوردش اونجا و خیلی از کسای دیگه که حالا اسمشون اینجا، غلام حسین مظلومی، خیلی از کسای دیگه ای که حالا اسمشون حالا تو ذهنم نیست و ایشون یا کسی بودن که واقعا میتونم بگم که اثرگذار تو فوتبال ایران بودن و اونو راحت من میگم که آقای رایکوف هستش توی مربی خارجی که این اثرگذاری تو فوتبال ما داشتش. حشمت خان مهاجرانی و رایکوف برترین مربیان قهر. آقا برترین داور قرن کدوم داوره؟ آقای فرغانی. راحت. وقتی تو جام جهانی این همه دیگه معلومه دیگه. همون ببینین هم اینا یک مشخصه‌ای هستش که همه بهش اذعان دارن. اسم آقای علی دایی که من میگم همه، خب حالا فوتبال ایران و ایشون به وسیله ایشون هم دارم شناسایی کردن. خب داوری هستش که جام جهانی بازی‌های مهم رو رفته و داره قضاوت میکنه. اصلا شک نباید بکنیم که یک همچین چیزی، یک همچین شاخصه بین‌المللی میتونه که اون رویکرد اون گزینه قرن ما رو داشته باشه. آقای علیرضا فغانی هم به عنوان برترین داور قرن نامشون وارد لیست میشه. علی دایی و علیرضا فغانی خیلی رأی قاطعی دارن تا اینجای این نظر خواهی. اما انتخاب بعدی برترین تیم قرن، این برترین تیم قرن میتونه هر کس تیم‌های ملی یا باشگاهی ما باشه واسه دوره یا تورنمنت تاریخ. بله ببینیم دوره‌های مشخصی مد نظر بود که خب میگم که یه سری آمار و یه سری در صد اتفاقات و چیز هستش که رقم میدن دیگه. خب شاید مثلا همون نسل دهه 60 که تیم ما بودش، خیلی من خودم کاری ندارم، به بقیه بچه‌ها کار دارم، که واقعا نسلی بودش که اگر که خب ادامه داشت کارشون یا مثلا میتونستن اونا راه پیدا کنن به جام جهانی، یا مثلا نسلی که ما
مقدماتی المپیک مسکو رو تو سنگاپور تمام هم بازی‌ها رو بردیم، ولی خب به المپیک نرفتیم. شاید مثلا اون نسل اگر به المپیک می‌رفت، شاید مثلا یه بازیکن‌های دیگر میتونستیم نام ببریم، یا مثلا اون دوره رو میتونستیم دوره شکوفایی مثلا یک شکوفایی اون نسل بنه. ولی توی من فکر می‌کنم که بچه‌های سال 98 رفتن که جام جهانی رفتن، اونجا هم درخشیدن و فکر کنم اولین برد ما رو آوردن اونجا. اولین برد ما رو آوردن اونجا. بعد من فکر می‌کنم که با همه این صحبتایی که کردم بچهای سال 98 هستن. تیم ملی ایران در جام جهانی 98. و انتخاب پایانی سه ورزشکار برتر قهرمان که باز هم ورزشکار اول سه امتیاز. بله ورزشکار اول که خب همون شاخصهایی که صحبت کردم بدون شک آقای تختیه اولین نفر که حالا اصلا توضیح دیگه نباید من راجبشون بدم که مشخصه که ایشون به عنوان نفر اول هستن. جان بلوان تختی. بله من نفر دوم من آقای عبدالله موحد رو انتخاب میکنم که به خاطر اینکه ایشون با مدالهایی که آوردن و با اون جریان کشتی ما رو خیلی رو به جلو انجام دادن و من آقای عبدالله موحد رو انتخاب میکنم اونجا. دومین ورزشکار قرن عبدالله موحد. و انتخاب سوم و پایانی اونم به خاطر این هستش میگم که حتی توی رشته خودم هم حتی الان دو نفر از بازی فدا که انتخاب کردم کشتیگیر بودن، چون به خاطر اینکه تصویری که من اون موقع توی کودکیم از اینا داشتم توی تلویزیون نگاه میکردم برای من یک پهلوانا و یک قهرمانایی بودن که اون تصویر الان این اتفاق افتاد که من اسامی رو بنویسم آقای تختی و موحدو. نفر سوم با همین رویکردی که تصویری هستش آقای نصیری هستش وزنه‌برداری که ایشون هم اون تصویر خیلی خوبی من ازشون دارم که هر موقع پای تلویزیون موقع میشستم توی کودکیم نگاه میکردم و واقعا افتخار آفرین بودن و با مدال‌هایی هم که گرفتن میتونم که نفر سوم انتخابشون بکنم. محمد نصیری سومین ورزشکار قرن ما. اما به عنوان حسن ختام و ثبت این برگه ما امضای شما رو هم این قسمت میخواییم اگه لطف کنید. جناب آقای حمید علی دوستی خیلی ممنون از حضورتون. این انتخاب فوق‌العاده و صحبت جذاب، اما صحبت پایانی با مخاطبان طرفداری واگذار می‌کنیم به شما و این دوربین رسانه طرفداری. خیلی ممنون، خیلی ازتون تشکر می‌کنم به خاطر اینکه حالا یک بهانه شد برای اینکه انتخاب قرن بشه. من خیلی خوشحالم که تونستم که تو این وقت اندکی که اینجا هستش از یک سری عزیزانی نام ببرم که تازه از خیلی از عزیزان نام نبردم که همشون باعث افتخار ما هستن، باعث سرافرازی و هر کدومشون برای من عزیز هستن و اینا هر کدومشون یه چراغی رو این تاریخ گذشته انداختن، حتی تو قرن گذشته. دلم برای همشون تنگ شده، امیدوارم که صحیح و سلامت باشم اونایی که هستن و روزگار به خوشی و موفقیت و سلامت بگذرونم. ممنون از شما جناب حمید علی دوستی، خیلی ممنون از شما و این فرصتی که در اختیار ما قرار دادید و ممنون از مخاطبان طرفداری که با این برنامه هم همراه ما بودن. تا برنامه دیگه خدا نگهدارتون.